به نام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی سلام عرض میکنم و ورود شما رو و حضور شما رو در این محفل روحانی گرامی میدارم. همانطوری که استحضار دارید، موضوع سخنی که در هفته های قبل ما دنبال میکردیم در ارتباط با مسئله غم و شادی، دلگرفتگی ها و دلگشادگی ها در اندیشه های عارفان ایرانی و حضرت مولانا بود که به بحث تجانس و جنسیت و همجنس بودن و مسئله جذب و دفع اشاره کردیم. قبل از اینکه من بحث رو در همین رابطه خدمت شما ادامه بدم با دو فراز از مثنوی معنوی و یک فراز از دیوان شمس، به یکی از سوالاتی که هفته قبل کردن و باز تأکید داشتن در مورد مسئله این که در اینجا گفته شد انسان ماهیت ضعیفی دارد در مسئله خوشی و خوشبختی، مقدمه ای رو من عرض کردم که چون موضوع بحث غم و شادی ارتباط پیدا کرد با مسئله خوشی و خوشبختی و احساس خوشبختی، بحثی رو هفته قبل اینجا من خدمت خانم ها آقایون مباحثه کردم، گفتگو کردم که ارتباط داشت با مسئله ویژگی های افراد خوشبخت. در اون مقدمه من نکته ای رو عرض کردم و اون نکته این بود که انسان مخلوق خداوند است، یعنی خداوند خالق انسان است و انسان خالق ماهیت خیش است، خالق خیشتن خیش است. و در اینجا از نظر ادبیات عرفانی و ادبیات دینی انسان وجودش مقدم بر ماهیتشه، برخلاف بقیه موجودات دیگر که وجود اونها همراه با ماهیت اونهاست. از این جهت ما اشاره کردیم به این که انسان ماهیت ضعیفی دارد. به چه معنا؟ به این معنا که در بین همه موجودات عالم وقتی که شما نگاه کنید، هر موجودی در این عالم یه وجودی دارد و یه ماهیتی دارد، یعنی یه هستی دارد و یه چیستی دارد. شما میگه آسمان هست، زمین هست، آب هست، اکسیژن هست، مگس هست، فیل هست، سنگ هست، انسان هست. در تمام این گزاره هایی که من خدمت شما تقدیم کردم یه موضوعی داریم و یه محمولی داریم، یعنی یه نهادی داریم، یه گزاره‌ای داریم. در همه این گزاره هایی که من خدمتون عرض کردم، در همه اینها یک امر مشترک وجود دارد، یک جنبه وحدت وجود دارد و یک جنبه اختلاف و تفرقه وجود دارد. شما میگی آسمان هست، زمین هست، انسان هست، گرگ هست، اتم هست. ببینید در همه اینا شما میگید هست، همه اینها در هستی مشترکن، یعنی وجود و هستی سبب وحدت در این موجودات. ما در این عالم یه جنبه وحدت میبینیم و اون وحدت هستی است. اما غیر از هستی ما چیستی میبینیم، چیستی شما با چیستی زمین، چیستی زمین با چیستی آسمان، چیستی آسمان با چیستی مگس تفاوت میکنند. اینو میگن کثرت و اینو میگن ماهیات. و از اینجا روشن میشه که گاهی شما اعتقاد به وجود چیزی دارید، یعنی میدونید هست اما نمیدونید چیه، و گاهی چیزی رو میدونید چیه اما نمیدونید که هست یا نیست. پس فرق است بین هستی و چیستی.
گاهی شما شیئی رو از دور نگاه میکنید، میبینید که هست اما نمیدونید این چیه، شک میکنید که آیا این انسانه، این حیوانه، این درخته. اعتقاد شما نسبت به ماهیت او هی تغییر میکنه. انسان هم مثل سایر موجودات ماهیتی دارد، ولی بنده در سخنرانیم عرض کردم که انسان ماهیتش ضعیفترین ماهیات است و به همین دلیل خدا هم گفته ما انسان را ضعیف خلق کردیم، خلق الانسان ضعیفا. چرا انسان ماهیتش ضعیفه؟ به دلیل اینکه شما وقتی یه گرگ رو میبینید، گرگ در گرگ بودنش قوی است، همه جا گرگه، اینجا گرگه، اونجا گرگه، در خلوت گرگه، در جلوت گرگه، تو خانوادش گرگه، پیش بچه هاش گرگه، وقتی بچه هاش نیستن گرگه، همیشه گرگ گرگه. مگس همیشه مگسی میکند، اینطوری نیستش که مگس اینجا مگس باشد جای دیگه مگس نباشد، ولی انسان اینطوری نیست. انسان ماهیت او کش داره و بنابراین شما میتونید نقش های مختلفی داشته باشید، ما میتونیم ماهیات مختلفی داشته باشیم. ما به همین دلیل اون چیستی ما خیلی ضعیفه و شما نمیتونید انگوش بگذارید روی این موجود و بگید این انسان است، یعنی ماهیت انسان به معنای حقیقی، حد حقیقی انسان. انسان های تعریفی دارن که توی علم میشه، توی منطق میشه، میگن انسان حیوان ناطقه، انسان حیوان اجتماعی است، انسان حیوان اقتصادی است. این تعاریف تعاریف علمیه، ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، اما حقیقت انسان چیه؟ اون حد وجودی انسان حد ضعیفیه. یعنی چی ضعیفه؟ یعنی این انسان وقتی که به این هستی آمد، برخلاف سگ و گرگ و شغال و مگس و بقیه موجودات دیگه، ماهیتی نداره و ماهیت خودش رو به دست خودش میسازه و این ماهیتش مقول به تشکیکه. یعنی شما میبینید که نقش هایی که من و شما در زندگی بازی میکنیم، من ممکنه اینجا ماهیت انسانی خودم رو نشون بدم اما در جای دیگه اون ماهیت انسانی از من حذف بشه. من ضعیفم، خلق انسان ضعیفا، ما انسان رو ضعیف خلق کردیم. و این نکته ای بود که بنده بارها عرض کردم که باز در یکی از آیات قرآن که مولانا هم به این نکته اشاره میکنه و حافظ هم آورده، خداوند میفرماید ما امانت بزرگی را به آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم و آسمان و زمین و کوه نتوانستند این امانت را بپذیرند. انسان حامل این امانت شد، آسمان نتونست این امانت رو بپذیره، زمین نتوانست این امانت رو بپذیره، هیچ موجودی، و انسان حامل این امانت است. خدا داره از انسان تعریف میکنه، ولی در آخر این آیه شریفه خداوند میگه انه کان ظلوما جهولا، این انسان بسیار ظلومه، ظلوم یعنی مبالغه در ظلمه، و بسیار جهوله یعنی نادانه، هم ظالمه هم نادان. خود که دارید از انسان تعریف میکنی، ای خدا تو داری میگی این امانت رو پذیرفت اما آخرش میگی این انسان ظلوم است و جهول است. ببین چقدر ما امانت بزرگی رو بر آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم، اینها نپذیرفتن از حمله این امانت. انسان اومد این وسط و گفت من این امانت را میپذیرم و حامل این امانت شد. حالا باید تعریف ازش بکنه، ولی میگه این انسان بسیار ظالم است و بسیار جاهل است. این درسته، تعریف انسان رو داره میکنه. چرا؟ برای اینکه ظلم یعنی تعدی، تعدی یعنی از حدی شما بگذرید. وقتی شما به حد من وارد بشید، شما ظلم به من کردید، درست شد؟ و در آغاز خلقت که کسی نبوده که انسان بخواد به کسی دیگه ظلم بکنه. ظلم اصلا نگاه نکنید به اون ظلم اجتماعی و ظلم سیاسی و ظلمی که در حق دیگران میشه، معنای لغوی ظلم یعنی از حدی گذشتن. خدا داره تعریف از انسان میکنه، میگه این انسان به هیچ حدی قانع نیست، چون این میخواد به سمت کمال بره، کمالگرا هست این انسان و در هیچ حدی نمیمونه، بنابراین نمیتونیم برای حدی قائل بشیم. مگس از حدش دیگه نمیگذره، مگس مگسه، من مگسم تا آخر عمرم، مگسم، من زنبورم تا آخر عمرم، زنبورم، زنبوری میکنم به همین شکل، از حدم تجاوز نمیکنم. ولی انسان از حدش میگذره و این خوبه که انسان در حدش نمونه، هی حدش رو عوض کنه. حد یعنی تعریف، یعنی هی تعریف من عوض میشه، عوض میشه، عوض میشه، هی من تحول پیدا میکنم. بنابراین داره خدا تعریف میکنه و میگه جهوله، یعنی حد خودش رو نمیشناسه،
هم ضعیفه هم جهوله، یعنی حد خودش رو نمیشناسه، توجه نمیکنه که یک خورشید به قول مولانا در وجود این انسان قرار داده شده و اون خورشید رو اگر این انسان شناخت و به سمت جنس اون خورشید رفت، یعنی اون حقیقتی که هستی که ما از او تعبیر میکنیم به نام هستی فطری، مولانا از سه تا هستی صحبت میکنه توی مثنوی، شما این مولانا میگه هستی هستی، از سه تا هستی صحبت میکنه. یک هستی یعنی عینیت، یعنی هرچی که خارج از ما هست، خود ما هم جزء این هستی هستیم و هستی یه معناش یعنی همین عینیت خارج، خب که ما هم جزء این هستی هستیم. یک هستی یعنی هستی اعتباری معوج کجی که ما تصور میکنیم، اونو اسمشو میذاره نفس، اون اسمشو میگذاره خود، خود کاذب، من خود کاذب دارم. بارها بنده برای خانم آقایون عرض کردم که ما تصویری که داریم از خودمون، یعنی این من و این خود، هر انسانی خودهای متعدد دارد، خودی که من تصور میکنم اون هستم، تصور خودم از خودم، ممکنه من الف باشم اما تصور من از خودم چیه؟ ب هست. 60 سال زندگی میکنم الفم اما خودم رو گول میزنم، یعنی واقعا اینقدر دقیق و ظریفه و این پل صراط اینقدر خلاصه نازکه و اینقدر سیاهیه من تشخیص نمیدم. دوم خودی که دیگران از ما تصویر دارن، دیگران از ما تصویری که دیگران از ما دارن. سوم خودی که ما فکر میکنیم دیگران از ما این تصویر رو دارن، یعنی ما فکر میکنیم که دیگران فکر میکنن ما اون هستیم. چهارم اون خودی که ما فکر میکنیم که دیگران فکر میکنن که ما فکر میکنیم اون هستیم. توجه فرمودید؟ یعنی اینا همه خودهاییست که ما رو مولانا میگه که بله در یه جایی میگه هوش تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم، جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. توجه فرمودید؟ این تکثر در ما به خاطر این منهای متعدد هستش، درست شد؟ مولانا این هستی اعتباری میگه، میگه یه هستی اعتباری داری، یه شخصیت اعتباری داری که فکر میکنی اونی. این سومین هستی که مولانا از او صحبت میکنه هستی فطری است، همون خورشیدی که همون نوری که مولانا میگه در وجود هر انسانیه و کسی میتونه به اون خوشبختی برسه که به اون اصلش برگرده و به اون فطرتش برگرده. خب این توضیحی بود که راجع به این که بعضی از دوستان تاکید کردن که من توضیح بدم که مسئله ضعیف بودن ماهیت انسان به چه معناست. خب حالا در این قسمت که من بحث رو خدمتون شروع میکنم و این انتخابی که بنده امروز از مثنوی معنوی دارم و یه فرازی هم از دیوان کبیر شمس دارن، یعنی همون مال مولانا هست، هر دو مال مولانا هست، بحث تجانس و جنسیته. اساسا تکامل در عالم بر اساس جذب و دفعه. مولانا میگه یکی از راه‌های خوشی، این که شما به خوشی برسی، این استش که به سمت جنس خودت بری. اولا جنس خودت رو بشناسی، ثانیاً جذب بکنی هم جنس خودت رو. جلسه قبل ما در مورد این جنسیت بحث کردیم، در مسئله هم جنس این بحث رو باز کردیم و الان از دفتر ششم یه فرازی رو بنده گفتگو میکنم، بعد شما استراحت میکنید، دنباله بحث رو در ساعت دوم. از دفتر ششم مثنوی مولانا یه حکایتی رو نقل میکنه، یه داستانی است. مولانا از این داستان‌ها، شما نگاه نکنید به اینکه این داستان واقعی هست یا واقعی نیست، اصلا به واقعیت داستان کاری نداریم، نتیجه‌ای که مولانا از این داستان میگیره مهمه. از یک شخصی سخن میگه در داستان به نام عبدالغوث. آقای عبدالغوث، غوث با غین و واو و سه نقطه، میدونید غوث یعنی پناه بردن، پناه گرفتن. عبدالغوث هم یعنی، حالا عبدالغوث اسم شخص شده دیگه، این ما به معناش کار نداریم که حالا مثلا عبدالغوث این ترکیبه، وقتی که یه اسمی مرکب میشه خود اون اسم اسم یک شخصی شده، ما کار نداریم به این که حالا معناشی هست، ولی یعنی کسی که بنده پناه آوردن هست. حالا این شخص از فرزندان خودش و از شهر و دیار خودش غایب میشه، پنهان میشه، گم میشه، هر چه میگردن دنبال این او رو پیدا نمی کنن. 9 سال
فرزندان عبدالغوث دنبال عبدالغوث بودن که این عبدالغوث رو پیدا کنن، تا اینکه بالاخره بعد از 9 سال این پیداش میشه. حالا کجا رفته بوده؟ در این داستان به این شکله که این در بین اجنه بوده، یعنی با جنیان زندگی میکرده. حالا شما بحث نکنید که آیا جن داریم نداریم، اینا رو مولانا که کاری نداره، که اینا همه بحثا سمبولیکه، سیمبل هست. اگه مولانا میگه اژدها، هم حتما که اژدها وجود نداره، بحث اژدها که میگه به من سیمبل مطرح میکنه، ولی جن به هر حال وجود داره. جن یک موجودی است لطیف و ما موجودی هستیم کثیف. شما اجسام کثیف را میتونید مشاهده بکنید، اما اجسام لطیف را نمیتونید مشاهده بکنید. جسم لطیف، الان بین من و شما یک جسمی هست به نام هوا که شما رو نمیبینید، این جسمه، هوا هم جزء اجسامه. بنابراین جن هم یک جسم لطیف داره، یک جسم مثالی لطیف داره که شما میتونی ارتباط با او برقرار کنی. حالا الان وارد اون نمیشم که این وجود لطیف مثل باد، مثلا این باد یک وجود لطیفی هست، خیلی از موجودات لطیف هم، ولی اجسامی که ما اونا رو میبینیم مثلا مثل این میکروفون یا مثل خود بنده، ما جز اجسام کثیف، کثیف نه به اون معنا که بگیم کثیف و پستا، یعنی تکاثف درش هست و ما میتونیم اون رو مشاهدهش کنیم. خب عرض میکنم خدمتتون که در بین جنیان بوده، این بعد از 9 سال برمیگرده و یه ما دو ما که باز در بین شهر و دوستان و اقوام شده، باز برمیگرده پیش جنیا و از این نتیجه میگیره مولانا که در اثر زیست و زندگی با جنیا طبع این و طبیعت این شبیه اجنه شده، چون انسان ها طبیعتشون سارقه، سرقت میکنه، میدزده. شما در کنار هر پدیده‌ای در این عالم قرار بگیرید، نه تنها انسان های دیگه، در کنار هر پدیده‌ای شما در این عالم قرار بگیرید، اون پدیده در شما یه تأثیر خاصی میگذاره. مولانا اسم این تأثیر و تأثیر رو میذاره نظام تغذیه، نظام تغذیه، توجه فرمودید، یعنی نظام آکل، آکل با الف و کاف و لام یعنی خورنده و معکول یعنی خورده شده. تمام عالم رو مولانا میگه آکلی هست و معکولی هست، یعنی خورنده هست و خورده شده هست. شما وقتی که به شکوفه های بهاری نگاه میکنید در یه جایی که این طبیعت زیبای ونکوور، وقتی شما به این شکوفه ها نگاه میکنید، مولانا میگه دقیقاً شما داری یه چیزی رو میخوری و آلتی هست که این آلت داره فعل خوردن رو انجام میده و تغذیه و غذایی هست و در اثر همنشینی با این گلها در شما یه اثری ایجاد میشه و یه فرزندی زاییده میشه. یعنی خاک با باران نسبتی دارن که از همنشینی خاک و باران فرزندی زاییده میشه، از همنشینی انسان با سبزه فرزندی زاییده میشه، نه فقط انسان با انسان، با هر پدیده‌ای در این عالم. شما وقتی تماس برقرار میکنی، توی اون تماس یعنی توی اون ارتباط شما ساخته میشه. و اساسا در تعریف انسان و شخصیت انسان و شکلی انسان گفتن انسان چیزی نیست جز relationship and communication، یعنی این دوتا، غیر از این چیز دیگه ای نخواهد بود، توی همه او ساخته خواهد شد. و این جنس، این طبع، یعنی همین الان که شما اینجا نشستی داری غذا میخوری، بنده هم که دارم به شما نگاه میکنم، نه فقط من حرف میزنم، شما داری غذا میخوری، حتی من به چهره های شما نگاه میکنم، من غذا میخورم. یعنی شما به چشم کسی نگاه میکنی داری غذا میخوری، با کسی راه میری داری غذا میخوری، او هم داره میخوره. شما آکلید و معکول، یعنی میخورید و خورده میشید، او هم آکل است و معکول، خورده است، خورده و خورده میشید. و حلقه ها فرق میکنه، این خوردنی ها هم همه با هم دیگه فرق میکنه. خیلی زیبا مولانا این رو بیان میکنه. خلاصه این آقای عبدالغوث برمیگرده و از این داستان نتایجی میگیره. نگاه کنید داستان رو میخونیم، میفرماید که بود عبدالغوث هم جنس پری. میگه این آقای عبدالغوث هم جنس پری شده بود، پری به معنای همون موجودات لطیف. چون پری 9 سال در پنهان پری، یعنی پنهان زندگی کرده، دقت فرمایید، پنهان پریدن، یعنی 9 سال این پنهان پری کرده، درست شد؟ چون پری 9 سال در پنهان پری، پنهان پریدن، چون پری ها پنهانن دیگه، اساسا جن دیده نمیشه. که بعضیا گفتن اصلا همین جن خود شما هستید، همین خود آدم هم جنن، چون دیده نمیشن. شما الان من نمیبینید که، شما الان یه سخنران میبینید اینجا داره سخنرانی میکنه، اما تو باطن منو نمیبینی که من کیم که.
شما منو نمیبینید، ماها هم دیگر رو نمیتونیم ببینیم، بنابراین ماها پنهانیم و اینا جن هستن و باطن افراد رو شما نمیتونیم ببینید. شد زنش را نسل از شوی دیگر، دیگه زنش رفت یه شوهر دیگه کرد و از اون بچه دار هم شد، یعنی نسل دیگه اصلا به وجود اومد تو این 9 سال. بله. وان یتیمانش ز مرگش در سمر، سمر یعنی قصه و افسانه و توجه فرمودید، البته خود کلمه سمر یعنی نور ماه، نور ماه کلمه سمر، اما چون زمان قدیم نور خیلی مهم بوده دیگه، شب میدونید که چون برق نبوده زمان قدیم، اصلا احساس این که ماه چه تأثیری در زندگی ما داره مال کسایی بوده که چیه شب، الان شما شب و ستارگان و ماه و اینها رو که در نمیدونم دنیای امروز شما برو تو لس آنجلس ماه میفهمی یعنی چی، همه جا ماه، همه جا روشنه، اصلا بشر قدر این که ماه، این همه که از ماه و خورشید و ستاره در ادبیات قدیم صحبت میکنن برای اینکه ماه ارزش داشت، اینا در زیر نور ماه میشستن برای هم دیگه قصه میگفتن شبا، و چون سمر یعنی تابش ماه و نور ماه دیگه میگفتن چی امشب میخواییم سمر، جمع میشیم سمر، سمر دیگه یواش یواش اسمش شد چی قصه. بله. وان یتیمانش ز مرگش در سمر که مرو را، هی با هم دیگه افسانه میگفتن، میگفتن شاید گرگ رو خورده، یا میگفتن تو چاه افتاده، یا میگه کسی ترورش کرده، که مرو را گرگ زد یا رهزنی یا فتادن در چهی یا مکمنی، مکمنم یعنی کمین، یعنی در یک کمینی افتاد، یک کسی او رو بردش، جمله فرزندانش در اشغال مست، اشغال یعنی شغلها، مست و کار خودشون بودن و دیگه داشتن اینو فراموش میکردن، خود نگفتندی که بابایی بوده است، دیگه فراموش کردن بابا رو، گفتن دیگه بابا. بعد 9 سال آمد او هم آریه، اون برگشت هم آریتی، یه جنس آریتی که میاد باز بر میگرده، آریه میگیریم یعنی اومد، اما یه حالت آریتی داشته، میخواست برگرده، توجه فرموده یا نه، مثل اون کسایی که روزای اول مهاجرت میکنن یه حالتی دارن، حالا این کالچر و این محیط و اینا، یه حالت آریتی احساس میکنن که ما اینجا آریه هستیم، بنابراین این حالت آریتی داشت، آریه گشت پیدا، باز شد متواریه، یعنی باز دو مرتبه این چی شد؟ متواری شد، فرار کرد رفت. یک مهی یعنی یک ماه فقط مهمان فرزندان خیش بود و زان پس کس ندیدش رنگ بیش، دیگه کسی اونو ندیدش، برد هم جنسی پریانش چنان، آنچنان با زندگی با این پریها در او تأثیر گذاشته بود که رباید روح را زخم سنان، سنان یعنی چی؟ یعنی نیزه، همچنان که نیزه که به بدن من بخوره روح رو از بدن من خارج میکنه، هم نشینه با این هم باعث شد که این آقا ستانده بشه. حالا اینجا مولانا میاد چی کار میکنه؟ مولانا میاد نتیجه گیری میکنه، این داستان تموم شد، مولانا همیشه این داستانها داستانهای کوتاهه، اما یه مرتبه شما میبینی رفت 500 بیت مولانا از این داستان نتیجه گیری کرد، میگه که چی؟ چون بهشتی جنس جنت آمده است، میگه فردی که بهشتی است جنس بهشت در وجود او هست، چون اساسا بهشت خود تو هستی، جهنم هم خود تو هستی، آتش از درون خود توست، هیزم جهنم خود ما هستیم، جهنم که یه جایی نیستش که بگیم خدا وایساده اونجا با میندازه آدم ها رو تو جهنم، این خدا اصلا این خدا چه خدایی که آدم ها رو میندازه جهنم، به دست خود من جهنمم، همین الان در جهنمم، توجه فرمودی. میگه چون بهشتی جنس جنت آمده است، هم ز جنسیت شود یزدان پرست، به خاطر همین جنسشه که به سمت پرستش حق، یزدان پرست یعنی چی؟ یزدان یعنی حق، یعنی حقیقت، یعنی همه خوبی ها، یعنی پاکی، یعنی مهربانی، یعنی عدالت، معنای پرستش اینه. خب نه نبی فرمود جون و جود و محمده، مولانا میگه مگر نه این استش که پیامبر یه جمله‌ای گفته جود، سخا، سخاوت، پاکی، خوبی، مهربانی، اینها همه در این دنیا شاخه ها و برگ های درختی است که در بهشت است. یعنی چی؟ درختی است که در بهشت است، یعنی این درخت در وجود تو ریشه زده، شاخ و برگش مشخصه، یه ریشه ای در وجود تو هست، یه درخت بهشتی که نشون میده تو چقدر مهربانی، چقدر عاطفه داری، چقدر دلسوزی، چقدر من عادلم، چقدر به فکر آدمای دیگه هستم، این اگه نیستم همش میخوام زیر لاک خودم ببرم، همش میخوام تزاحم ایجاد بکنم، همش میخوام جدال ایجاد بکنم، من جهنمی ام، چون در جهنم
میگه اهل جهنم همیشه با هم دیگه تخاصم دارن، همش با هم میجنگن، خصومت همش مال جهنمی هست. ولی بهشت، توی بهشت وقتی که شما مطالعه میکنی میگه همش با هم دیگه سلام میکنن. تو قرآن هست میگه هیچی شما نمیشنوید تو بهشت مگر سلام. یعنی همه با هم دیگه سلام سلام سلام، یعنی سلام نه اینی که سلام میشنوید، اون چی که میبینید سلمه، سلامتیه، صلحه، آشتیه، ارتباط خوبه، این میشه بهشت. بله میفرمید که نه نبی فرمود جود یعنی بخشندگی و محمده یعنی به صلاح نیچی ها، درست شد، خسائل نیک، شاخ جنت دان به دنیا آمده، مهرها را جمله جنس مهر خان. اگه مهری در وجود تو هست این از جنس مهره و به سمت مهر میری، درست. قهرها را جمله جنس قهر دان، لاابالی لاابالی آورد. لاابالی باعث این، خیلی از نکات دقیق مولانا میگه، میگه انسان قوه ای دارد، بالقوه. من بالقوه یک شیطانم، من بالقوه یک درنده هستم، من بالقوه یک دانشمندم، بالقوه من بالقوه یک ژان والژان هستم، من بالقوه یک علی هستم، من بالقوه یک ادیسون هستم، من بالقوه یک پاپن هستم، من بالقوه یک آدم خدمتگذاری هستم. این قوه سا به صورت بالفعل نیست، فعلا اینم، اما بالقوه در من هست. حالا چجوری میشه که این قوه به فعلیت میرسه؟ در اثر ارتباط با اون کسی که این قوه رو تحریک بکنه. یعنی با کی ارتباط برقرار میکنی، با کی دوست میشی، با کی دل میدی، همون باعث میشه که این قوه در تو شکوفا بشه. اگه با لاابالی بشینی، قوه لاابالیگری در من و شما هست، این قوه لاابالی باعث میشه که این لاابالی بشی. اما قوه مثلا شما در یه مجلسی میرید، همه بحث علمی میکنن، همه درد بشر دارن، درد انسان دارن، این شکوفا میشه در شما، شما علاقمند میشی. اما در یه جایی میره همه عرض کنم که پرت و پلا میگن، شما هم بعد پرت و پلایی هم در ما هست، یعنی لاابالی. بنابراین میفرماید لاابالی لاابالی آورد، زان که جنس همبوند اندر خرد. یعنی از نظر خرد و اندیشه اینا هم جنس هم دیگن. حالا این هم جنس که در کنار هم جنس قرار گرفت، این رو به فعلیت میرسونه. حالا اینجا مولانا چی میگه؟ میگه چیست جنسیت؟ این جنسیت چیه؟ عبارت است از یک دیدگاه. نظر یعنی چی؟ نظر یعنی دیدگاه، یعنی همه ما در یک جهان زنده ایم، همه ما در یک جهان زنده ایم، اما همه ما در یک جهان زندگی نمی کنیم. زنده بودن با زندگی کردن فرق میکنه. یه زن و شوهر ممکنه 50 سال نه تنها در یک جهان، توی خونه با هم دیگه باشن، ولی در دو جهان متفاوت با هم زندگی کنن، زبان همدیگر رو هم نفهمن، یعنی هر دوشون هم ترک باشن، اما اینا با هم ترکی هم حرف میزنن اما زبان هم دیگر نمیفهمن، جهانشون با هم دیگه فرق میکنه، درست شد؟ این نظر یعنی دید من، یعنی جهانی که در اون زندگی میکنم با جهانی که شما در اون زندگی میکنی فرق میکنه. بنابراین ما هم دیگر رو دفع میکنیم. اصلا شما نیرو به قیافه میکنیم، میگه من از این بدم میاد، من از این دفع میشم، اما من از این آدم نمیدونم چرا خوشم میاد، چرا اینو دوستش دارم، جذبش میشم، اما از این بدم میاد، آدم خوبی هم هست اما دوستش ندارم، نمیخوام. تو همه اینها این حالتهای روانی برای ما هست، یه چیز وجدانیه. بنابراین میفرماید که چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر، یعنی نوع نظر یعنی یک نوع دیدی است که در تو هست، که بدان یابن راه در همدیگر. یعنی از این طریقه که ما به همدیگر راه پیدا میکنیم، من تو میشم، تو من میشی، من ورود میکنم به ساختمان وجودی شما، شما میتونی ورود بکنی، خیلی راحتیم با هم. اما شما روز اولی که میرفتید مدرسه، تو دبیرستان، تو از کنم که دبستان، تو دانشگاه، اون از کنم که حالتهای خیلی شنگول و شوخ و خیلی از کنم که هیجانی که برای درس خوندن داشتیم، کیا رو جذب میکردیم تو کلاس؟ مثلا شما میدید یه سری همیشه با همن، اصلا همیشه اینا با همن، شما اصلا جذب اونا نمیشدید و شما باز با یه عده دیگه. این جنسیته. آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو، تو گردی جنسان. اگه همونم خدا در تو قرار بده، تو هم شبیه اون میشی. این هستش که میگن تیپولوژی روانی افراد با همدیگه تفاوت میکنه. بنابراین نظام تربیتی و تعلیمی باید واقع‌گرا باشه و نظام تربیتی فرق میکنه. بنابراین بنده این عرض کردم در نظام دینی که بر فقه متکی باشه، فقط فقه، یعنی احکام فقهی، جامعه فلج میشه. برای که شما یه سری فرمول هایی رو باید
به این خورد این بدین، همین اینو باید عمل بکنه. خب این جامعه فلج میشه، این بچه گرفتار میشه، نمیتونه بفهمه. هر طرف چه میکشد تن را نظر. شما به سمت کجا میری؟ به سمت اونجایی که نظر شماست. یعنی چی؟ یعنی جهان شما در اونجا هست. بی خبر را چی کشاند با خبر. حالا مولانا میگه اگر یک مردی به دنیا اومد، بعدن این تو وجودش زن بود. یعنی این 700 سال پیش مولانا چی داره میگه؟ یعنی یه مسئله روانی که امروز الان ما هست در جامعه ما، مولانا 750 سال پیش میگه. میگه چون که اندر مرد خوی زن نه، اگه خداوند در یک مردی خوی زنانه قرار بده، یعنی پسر اما خوی زنانه داره، او مخنث گردد و گان میدهد. یعنی او مخنث میشه، یعنی خونسا، موجود خونسا، توجه فرمودید؟ یعنی موجود خونسا میشه و میخواد مثل زنها پیش مردها بره. گان میدهد یعنی پیش مردها بره، درست؟ چون نهد در زن خدا خوی نری، اگه یه زنی بیاد و خوی نری در وجود او باشه، درست شد؟ اینا که الان شما مشاهده میکنید، طالب زن گردد آن زن سعتری. اون طالب زن میشه و مثل مردا میره چرم به خودش میبره، چون زمان قدیم کمربند و چرم و لباسایی که داشته این لباسای مردا، و دوست داره به سمت زنها بره، چون چیه؟ خوی نری در او هست. چون نه، حالا میاد مولانا از این اوجی میگیره، میگه حالا بی بالا، چون نهد در تو صفات جبرئیل. مثلا اینا یه چیزای طبیعی ها، یعنی اینکه اگر شما ببینید یک زنی گرایش مردی داره، این چیز طبیعی است. یعنی یه چیزی است که، یعنی میخوام به شما بگم که این بعضی ها خب بیان حالا تحلیل بکنن، مثلا در دنیای در تفکر ادیان بگن یه انحراف است. نه، انحراف یعنی چی؟ این یه چیزی است که اگه برخلاف این بود، خب ما همه میگفتیم که خب این برخلاف طبیعت، یعنی چرا همه مرد شدن، چرا همه زن شدن؟ اونم یه مخلوقه، اونم یه خلقتی است که شکل گرفت. چون نهد در تو صفات جبرئیل، وقتی که خدا در تو صفات جبرئیل رو قرار بده، صفات جبرئیل اینه که نور رو میخواد به سمت سما بره، میخواد از این عالم ماده و تضاد رها بشه، درست؟ همچو فرخی، فرخ یعنی جوجه‌ای که تازه میخواد پرواز کنه، فرخ یعنی جوجه‌ای که تازه میخواد پرواز کنه، همچو فرخی بر هوا جویی سبیل، هی میخوای پرواز بکنی، منتظر بنهاده، منتظری، همیشه دل تنگ در این دنیا، نمیخوای این، چون خوی جبرئیلی در تو هست، منتظر بنهاده، دیده در هوا، منتظری اما توجهت به هواست. هوا یعنی نه آسمونا، این آسمونی که داره میگیم عالم اعلا، عالم بهتر. از زمین بیگانه عاشق بر سما، با زمین بیگانه شدی اما عاشق بر آسمان. چون نهد در تو صفتهای خری، اما اگر صفتهای خری در وجود من بود، یعنی حالا این خر که اینجا گفته میشه، مولانا از کلمه خر زیاد استفاده میکنه، اصلا خود کلمه خر یعنی بزرگ، اینو دیگه، خود کلمه خر، خرگوش، خرپشته، اینا همه درسته یا نه؟ یعنی خرگوش یعنی خر، گوشش بزرگه، خرپشته یعنی پشته بزرگ، دیگه چی؟ عرض کنم که خرپول، نمیدونم. بله، به هر حال اینا همه بله، چی خانم نیکوکار؟ خرمن بله، و خیلی جانم بیتی که داشتید از مولانا داشتید تفسیر میکردید در رابطه با اون همنشینی با در واقع جنس موافق هر کسی، مثلا زن با زن، مرد با مرد، این که و شما گفتید که این طبق طبیعت انسانه، و بعد گفتید که ادیان از دیدگاه فقهی مخالف اینن، یعنی اینطوری میتونیم بگیم که مذاهب کلا ضد طبیعت هم درسته؟ نه من نگفتم اینو، من نگفتم مذاهب، گفتم اگر با یک دید دینی ما بیایم بگیم که اگر یه فردی طبیعتش اینه، آقا من روزی که متولد شدم زن بودم اما قیافم مرده، خب این چه گناهی کرده؟ توجه به این چه گناهی داره؟ این هیچ گناهی نداره، ما اینجا هیچ حکمی در مورد این، ما نه، احکامی که در ایران هست نسبت به این افراد، من نه نه، آیات هیچ ربطی به این نداره، اون فرق میکنه. اون آیات که گفته میشه انحراف، معذرت میخوام من این توضیح رو بدم، حالا بحث مولانا ما، انحراف جنسی فرق میکنه، یک کسی انحراف جنسی پیدا میکنه، انحراف جنسی که در مورد قوم لوط در قرآن مطرح میشه که اینا گرایش به مردان داشتن، ازدواج مرد با مرد، اونا همشون چیز نبودن که، توجه فرمودید، گی نبودن که،
بنابراین در اونجا وقتی که مطرح میشه یک انحرافه، یعنی من با اختیار خودم، با انتخاب خودم از طبیعتم خارج میشم، گرایش به مرد پیدا میکنم، خدای نخواسته. اگر یه چنین چیزی اتفاق افتاد، من انتخابی کردم، این انتخاب برخلاف فطرت من هست و این رو دین و به هر حال تفکر دینی محکوم میکنه، تفکر دینی رو قبول نداره. اما اگر یه نفر طبیعتش اینطوری بود، طبیعتاً اینطوری زاده شد، آمد، بنده در ترکیه که بودم یه شخصی از همین اومد پیش من و نهج البلاغه رو حفظ بود، ولی چی بود؟ مخنث بود. خب حالا ما بگیم که آره مخنثه و احکام دینی، نه، من در اونجا دارم میگم مخالف این، اینطوری خلق شده، مخلوق خود، همونطوری که شما مرد خلق شدی، همونطوری که او زن خلق شده. اگر برعکس بود ما میگفتیم هر کس، هر مردی که گرایش به زن داره بنابراین این نظر ما محکومه، نه، اون محکومیتی نیست. اما اینی که ما بیایم از کام در سوئد و نروژ بیان قانون وضع کنن که ازدواج مرد با مرد اشکال نداره، بعدن تظاهرات بکنن بگن اقوام درجه یک هم باید آزاد بشن، یعنی مثلا اقوام درجه یک هم بتونن با هم ازدواج بکنن، خب این یه خورده ای چیزای دیگه قاطیش میشه. و الا اینکه ما در اصل اینکه یک فردی به یک طبیعت اوست، حالا به لحاظ علمی باید در جای خودش کسایی که تخصص دارن بیان اینو تحلیل بکنن. و هیچ وقت دین به معنای دین، ببینید دین که گفته میشه، بنده تعصبی ندارم روی مثلا دین خاصی، دین که گفته میشه، دین یک از کنم که آب پاکی است که باران پاکی است که تا زمانی که اون بالاست این پاکه، اما وقتی زمین نشست آلوده میشه، یعنی آمیخته میشه با اندیشه های انسان، با اندیشه های بشری. حقیقت دین یه چیزه، برداشت من از دین چیز دیگری است. بنابراین ما دین لایه‌های مختلف داریم. مولانا یه فردی بوده که دین داشته، حافظ یه فردی بوده که دین داشته، اما دین اینها دین معرفت اندیش، دین تجربت اندیش، دین عرض کنم که مصلحت اندیش، اینا لایه‌هایی است که اومدن مطرح کردن دیگه. در طول تاریخ بحث شده که دین لایه‌های مختلف داره، ما یک دین نداریم، که دین‌های متعدد داریم. بنابراین تفاوت است بین این دین با اون دین، توجه میکنی؟ دین تا اونجایی که ما به اصطلاح در نظر داریم این استش که یک جوهری داره، اون جوهر دین باید شناخته بشه و جوهر دین هم مربوط میشه به این که انسان به فطرت خودش برگرده. به هر حال میفهمید که چون نهد در تو صفتهای خری، بله، صد پرت گر هست، اگه صد تا پر هم داشته باشی بر آخر پری، یعنی جنس، یعنی به سمت آخر میری، یعنی به سمت جسمانیت میری، بله، همه اینا سیمبولیسم هستش. در پی خوب باش، برو خوب خلق و خوتو درست کن، در پی خوب یعنی اخلاق، یعنی خلق و خوی خوب، خوب باش، با خوش خو نشین، خوب پذیری روغن گل را ببین. زمان قدیم چجوری بود؟ روغن گل چیه؟ ما روغن گل هم داریم، روغن گل به نظر شما چیه؟ زمان قدیم روغن کنجد یا روغن زیتون رو می آوردن جلوی آفتاب می زاشتن، بعد چند تا گل هم می انداختن، گل خوشبو هم می انداختن توی این روغن کنجد، به تدریج این گل ها رنگ عوض می کرد و جذب اون روغن کنجد می شد، بعد تصفیهش می کردن، باز دو مرتبه گل می انداختن، یواش یواش این بوی اون گل رو میگرفت. و دیگه در بازار وقتی شما میرفتی بازار روغن بخری، میگفتی روغن گل میخوام، همون روغن کنجد بود یا همون روغن بادام یا همون روغن عرض کنم که زیتون، اون بوی گل گرفته بود، یعنی در اثر همنشینی با گل او بوی گل رو گرفت. تو هم برو این کارو بکن، چون طبع انسان دزده، از طبع او به طبع یسترق، یعنی شما در یه جایی که، یعنی مولانا این خیلی دقیق میگه، شما در یه فضایی که قرار میگیرید، در یه فضای مهمونی، افراد مختلف وجود دارن، این میگه شما هم تو دارین انرژی ها رو میخوری و خودت هم توجه نمی کنی، به تدریج تغییر میکنی، به تدریج تو داری عوض میشی، به تدریج داری از اونها انرژی میگیری، هر حرفی که میزنن، هر حرکتی که میکنن، هر لباسی که میپوشن، هر غذایی که میخورن، همه این حالتهایی که تو داری، این خیلی مهم است. بنابراین میفرماید که خوپذیری روغن، خوپذیری روغن گل را ببین، خاک گور از مرد هم یابد شرف. یه مردی رو خاکش کردن، خیلی آدم خوبی بوده، ولی این خاکش
قداست پیدا میکنه به خاطر اون وجود نازنین و میان این خاک رو میبوسن و این خاک رو بر پیشانی میگذارن، مثل مثلا تربت امام حسین. حالا بت پرستی نیستا، یه کسی تربت امام حسین رو میگه شفاست، من میخورم شفا پیدا کنم، یا میاد بر تربت امام حسین قرار میده به عنوان مهرش، به عنوان چون خدا گفته بر خاک سجده کنین، میگه یه خاکی رو میارم که این خاک از یه سرزمینیه که اون شخص خیلی عزیز بوده، بنابراین من حالا که خدا گفته وقتی میخواین سجده کنین بر خاک سجده کنین، بر زمین سجده کنین، بنابراین من سجده‌ای که میکنم بر این خاک سجده میکنم. حالا اینو من از خارج بود، مولانا نمیخواد اینو بگه، مولانا میخواد بگه که خاک گور از مرد هم یابد شرف، تا نهد بر گور او دل روی و کف، یعنی روی و کف خودشو میاد روی این خاک قرار میده. خاک از همسایگی یه جسم پاک، چون مشرف آمد و اقبالناک، یعنی از همسایگی جسم پاک این شرافت پیدا میکنه و اقبالناک میشه، یعنی اقبال برای تو میاره، خوشی برای تو میاره، همون خاک. بله، پس تو هم الجار سمتدار گو. این الجار سمتدار یه حدیث پیغمبره، میگه اول که میخوای خونه بگیری به فکر خونه نباش، به فکر همسایه باش، ببین همسایه هاش کیان. الدار الجار، ببخشید چی؟ الجار، جار یعنی چی؟ همسایه. سمت دار یعنی اول همسایه بعد خونه، یعنی کجا داری میری؟ نگاه نکن کجا داری میری. گردلی داری برو، پس تو هم الجار سمت دار گو، گردلی داری برو دلدار جو. خاک او هم سیرت جان میشود، خاک سیرت جان میشه یعنی محبوب جان میشه، سرمه چشم عزیزان میشود، همون خاکش سرمه چشمشون میشه، به چشمشون میکشن. ای بسا در گور خفته خاکوار، ای بسا کسی که تو گورش کردن و تو گور خابیده، به ز صد احیا به نفع و انتشار، وجود او بهتر از صدها آدمی که زنده زنده دارن راه میرن و دارن نفس میکشن، وجود همون آدم ارزشش بالاتر از این صد تا آدمیست که دارن نفس میکشن و دارن راه میرن. سایه برده، اون سایه جسمانیش رو از خاک برچیده، سایه برده او و خاکش سایه مند، درست شد؟ خاک اون شده سایه او دیگه، درست شد؟ صد هزاران زنده در سایه چی هم؟ ویند. الان شما در سایه ادیسون دارید اینا رو نگاه میکنید، اینجا ادیسون هست، تو خانه شما ادیسون هست، توی اون بیمارستانی که اون خانم داره الان زایمان میکنه ادیسون هست، در همه جا توی زندان ادیسون هست، همه جا هست، همه جا این وجود پخش شده، همه جا هست، تبدیل شده به انرژی و اون وجود هست. مولانا اینجا میگه صد هزاران زنده در سایه و، یعنی انشالله که در سایه همیشه شما در وجودتون دوام داشته باشه، چه در این دنیا چه در زندگی پس از مرگ، از سایه شما همه بهره مند بشن. خب اگه اجازه بدید در همین اندازه کافیه استراحتی میکنید، بعد قسمت دوم این مثنوی و دیوان شمس رو من خدمتون گفتگو میکنم. خیلی ممنونم از اینکه توجه کردید، متشکرم.